خیلی جادش خاکی بود، همش رمل و دست انداز و 5-6 مرحله، 1-2-3-6-7 مرحله خاکی بدجور رد کردیم. خیلی ولی باحال بود. بله دوستان، الان به وقت خداحافظی با دوستای موتور سوارمون. آقا یوسف، کادوما، اینم عروس خانم، آقا کوروش، اینم منم. مرسی. بای بای. مرد قباس. خیلی خوشحال شدم. قربونت. سلام دوستان، به کانال ما خوش اومدین. امروز از این دوستای عزیزمون، از این خانواده عرب که در ویدیو قبلی باشون آشنا شدین جدا میشیم و میریم به سمت بستانو. یه 20 کیلومتر مسیر خاکی، خیلی خاکی خفن داریم، ولی فوق‌العاده این مسیر زیباست و واقعا هر سال چشم انتظاریم که به اینجا برسیم. شب رو قراره با دوستانمون در یه جایی خیلی بکر و باحال کم کنیم. نمیدونیم کجاست، امیدواریم شب نشه زود برسیم. بریم با ما همراه باشیم. پلیس مرزبانی جلوی ما رو گرفت و پرسید که از کجا میایید، به کجا میرید، و گفتش که آیا نفر پشتی خانومه؟ کوروش هم گفت بله، و خیلی اتفاقا استقبال کرد و گفت دمتون گرم و خوش بگذره بهتون. ما هم کلی انرژی گرفتیم تو این جاده سخت و در واقع خاکی که همش موتور میکشه و با سرعت کم هم باید رون، واقعا حال میده، مخصوصا که قلبش هم یه خورده ترسیدید. کنار این ماشین داشتیم رد می شدیم و آقاه گفت نگه دارید نگه دارید، بعد من یه چیز شنیدم و نگه داشتم و گفتش که هلو، و گفتم که سلام، گفت ای ایرانی، با خیلی هم ذوق کرد بابا خانم، دمت گرم، آفرین، ماشاءالله، مراقب خودت باش. واقعا دمشون گرم وقتی ما رو تو جاده می بینن، انرژی میدن به ما، خیلی واقعا حس خوب میده. مسیر یکی دو تا روستا هست، از اونجایی که جاده خاکیه و خیلی غرمرور هم سخت هست، عجیبه که سوپری مقالی هیچ چیزی نیستش. اومدیم یه گشتی تو این روستا زدیم، یه خورده خرید کنیم که هیچی نبود. میریم روستای بعدی که فکر کنم یه دونه سوپر هست، چون از قبل میشناسیمش. خیلی جادش خاکی بود، همش رمل و دست انداز و 5-6 مرحله، 1-2-3-6-7 مرحله خاکی بدجور رد کردیم. خیلی ولی باحال بود. این
ساحل برای ما آشناست. چند سال پیش اینجا کم کردیم، الان واسه میخورد استراحت کنیم. چند تا محلی هم مشغول جمع کردن صدفن که مروارید، ما که مرواریدامون رو جمع کردیم و پیدا کردیم. اگر ویلاگ قبلی رو ندیدید حتما برید ببینید، داستان پیدا کردن مروارید بود. بریم میخورد باشون حال احوال کنیم، هم خستگی خودمون گرفته بشه، هم ببینیم اینا دارن چی کار میکنن، داستان چه خبره. خاطر جالب براتون بگم، سر قبل که اومدیم اینجا خیلی گرم بود و دلم می‌خواست که حتما جزیره مارو رو بریم. همین آقای سوپریه بود جلو در وایساده بود، اینقدر گرم بود که باورم نمیشه اینجا همون جایی که اون دفعه اومدیم. بعد بهش گفتیم ما می‌خوایم جزیره مارو، گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ واسه چی اومدین اینجا؟ جزیره مارو می‌خوام ببین چیکار کنیم. گفتیم قشنگه، می‌خوام ببینم چیش قشنگه اینجا. و این خیلی جالبه که آدم‌ها اصلا اون منطقه که خودشون هستن اصلا قشنگ نمی‌دونن، در صورتی که واقعا برای ما ساحل‌های اینجا، جزیره اینجا بی‌نظیره. خیلی چهره‌های مردم اینجا متفاوت میشه، همونطور که تو تصویر می‌بینید یه خورده در واقع ژن آفریقایی قاطی میشه، رنگ پوستا عوض میشه، یه خورده پوشش و لباس‌ها به سمت عرب‌ها میره و برای ما خیلی تازگی داره این تغییر چهره و هیجان انگیزه. خب بریم خریدمون انجام بدیم که دوستامو منتظرن و داریم به غروب هم نزدیک میشیم. امیدوارم که شب نشه. بریم بریم بریم. شب شد و قرار این جاده رو، جاده هم که در واقع نیست، یه تیکه خاکیه چون دوستان اون پشت این کوه رفتن چادر زدن رو به دریا، نمیدونیم چه جور جاییه. فقط امیدواریم که مسیرش حداقل اونقدر هموار باشه که بتونیم موتورامون رو رد کنیم، چون اگر سوار عبور بشه مجبوریم ما جای دیگه کم کنیم، چون باید کنار موتورامون باشیم. از اون همه مسیر سخت و اون یه تیک خاکی مسخره اومدیم اینجا و ندا داره نون و ماست میخوره. وای به حالت، اگه من صبح پاشم و اینجا خوب نباشه کلت میکنم. پای من اینجوری که میبینید قرمز شده و این ناخون رفته تو گوشت پام، لنگ لنگان دارم راه میرم. به به، شامم بادمجون آتیشی گذاشته ندا جون. بله افتخار مریم جون. مریم یه خورده بیا جلو، اینه مریم. شب میخوایم چادر بزنیم ولی دیدم یکی از این میله های چادرمون شکسته، باید بریم تو کار تعمیرات و عرض کنم که بتونیم چادرمونو دوباره
علم کنیم. این قسمت به این نمیخوره، باید با این اره کوچولو اینو ببرم که این بره توی این تا این میله هاش کامل بشه. بالاخره رسیدیم، شب شده، چادر زدیم، آتیش روشن کردیم، غذا خوردیم، دوستان اومدن پیشمون و منتظریم ببینیم که اینجای کم چجور جاییه. در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید، مطمئن باشید که سورپرایز میشید. اگه از این ویدیو خوشت اومده لایک و کامنت رو فراموش نکنید. دوستان اون زنگوله رو اگه بزنید هر ویدیویی که منتشر میشه براتون یه نوتیفیکیشن میاد تا مطلع بشید. فعلا شبتون بخیر، ما بریم بخوابیم. بای بای.